امان الله خان. هنگامی که در سال 1310 غبار به حیث عضو انجمن ادبی کابل آغاز به کار کرد، دست به کار مهم می‌زد، یعنی نوشتن تاریخ افغانستان و نوشتن جغرافیای تاریخی افغانستان. ما می‌دانیم که از لحاظ تاریخ نویسی متن‌های مهمی در دوران‌های گذشته قرن‌ها پیش نوشته شدند که یک عده آنها بیگمان خیلی ارزشمند هستند. مثلا تاریخ آل ناصر یا تاریخ بیعقی که با تأسف بیکران بخش‌های بزرگی از آن و قول قدما دچار تصاریف روزگار شده و از بین رفته و بخشی از آن را خوشبختانه در دست داریم، که هم از لحاظ اتقان و از لحاظ دقت در تاریخ نویسی و هم از لحاظ نثر فارسی دری از با ارزشترین کتاب هاست و در دوره غزنویان نوشته شده و این مورخ هم سلطان محمود و هم سلطان مسعود و در میان اینها محمدی که چندی پادشاهی کرد و نابینا شد و مودود و ابراهیم را هم این دوره ها را درک کرده و زین الاخبار عبدالحی گردیزی که چند دهه بعد از تاریخ بیهقی نگاشته شده و از مهمترین متن هاست. خب بعدا هم متن هایی بوده یا در متن هایی در مورد تاریخ سرزمین ما صحبت شده، مثلا در بدایع الوقایع زین الدین محمود واصفی هروی بخش هایی از تاریخ گنجانیده شده و در ربضات الجنات فی اوصاف مدینه العراق از فزاری بعضی متن های دیگر. اما ما یک دوره رکود و توقف هم در تاریخ نویسی داریم. این دوره با نوشتن چند کتاب در روزگار امیر شیرعلی خان و دوره کمی بعدتر مانند واقعات شاه شجاع و مثلا کتاب گلشن امارت از عطا محمد نوری و بعضی کتاب های دیگر در همین زمینه ها. خب این کتاب ها از طرف انجمن تاریخ و امت و اعتمام مرحوم استاد احمد علی کوزاد این کتاب ها انتشار یافته. و یک نکته را عاجزانه به خدمت شما عرض کنم که در مورد نام نوری ما گمان میکنم اشتباه کردم، چون مدارکی در اینجا در دست ندارم. تخلصش گلشن حمارت را که نوشته حتما نوری هست، اما نامش در حافظه ما شاید اشتباه کرده باشم. و عطا محمد کسی دیگری است، عطا محمد بامیزه‌ای که نوای معارک را نوشته. و پادشاهان متأخر افغانستان میرزا یعقوب علی خافی نوشته این کتاب ها. تا میرسیم به سراج التواریخ، مهمترین تاریخی که در سالهای آغازین قرن بیستم به دست یک نویسنده و مورخ توانا میرزا فیض محمد ازاره نوشته شده در چند مجلد. در واقع شادروان غبار
این سلسله را ادامه داد و تاریخ نویسی ما تداوم بخشید و برای نخست در سالنامه کابل تاریخچه مختصر افغانستان را نوشت و همچنان بحثی از جغرافیای تاریخی، نامهای کهن برخی از ولایات و شهرهای کشور ما و نامهای ولایات و شهرهای بعضی از کشورهای همجوار ما که با هم مشترکات تاریخی دارند. و در مجله کابل افغان در هندوستان را نوشت که در این کتاب با بیان رویدادها و حوادثی که در هندوستان در روزگارانی که پادشاهان برخواسته از افغانستان در آن سرزمین پهناور حکمرانی داشتند و در قندهار انگامی که مدتی از فراب و قندهار تحت نظر آورده شد و تحت نظر قرار داشت، کتاب احمدشاه بابای افغان را در بیان واقعات زندگی و حوادث دوران فرمایی احمدشاه ابدالی نوشته. انگامی که در انجمن تاریخ اشتغال داشت، در آنجا رساله بسیار فاضلانه و دانشورانه خراسان را نوشت و این رساله به چاپ رسیده و همچنان کتاب‌های افغانستان و یک نظر و نفوذ اسلام و عرب در افغانستان و پادشاهان محلی افغانستان که خوشبختانه اما این کتاب ها به چاپ رسیدن و نیز بخشی از تاریخ ادبیات افغانستان را که یک عده از فضلا جمعاً به کار نوشتن تاریخ ادبیات افغانستان پرداخته بودند، مثلا مرحوم استاد احمد علی کوزاد تاریخ باستانی، تاریخ قبل از اسلام افغانستان را در آن مرحله نگاشتند و در کار نوشتن تاریخ ادبیات افغانستان مرحوم محمد عثمان صدقی، مرحوم استاد نامور محمد ابراهیم صفا، استاد علی محمد زحما هم با مرحوم غبار اشتراک داشتند و بخشی که مرحوم غبار نگاشتن آن را بر عهده داشت، تاریخ ادبیات افغانستان در دوران محمدزایی ها بود.